هیچ صیادی از فاضل آب ماهی زنده صید نخواهد کرد. صیادان عزیز، از کنار فاضل آب بلند شید، برید کنار رودخانه و دریا. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همگنان عزیز و ارجمندم. امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از او صمیمانه ممنونم و از همه شما به خاطر حمایت ها و پشتیبانی از این برنامه و تلویزیون ایران فردا. خب، بار گذاشته داشتم با شما صحبت میکنم درباره دخالت کاتبان و نویسندگان در آثار و خلاقیت های شخصیت های برجسته ادبی ما، مثلا حکیم القاسم فردوسی که از معروف ترین اونها، این سرگذشت عشق تهمینه به سهراب، به رستم. رستم راهی شکارگاه میشه و در شکارگاه گورخری رو تعقیب میکنه، شکار میکنه، خلاصه خسته میشه، استراحت میکنه، خوابش میبره. وقتی بیدار میشه از رخش خبری نیست، یعنی چنگه از اسبی که اینقدر اون رو دوست میداشت. یه عده اومدن اسب رو دوست دیدن، راهزنهایی از کجا؟ از سمنگان، کشور همسایه. بلند میشه و راهی سمنگان میشه، راهی سمنگان میشه برای پیدا کردن رخش. خبر به کی میرسه؟ خبر به پادشاه سمنگان. خیلی خوشحال میشه، به استقبال رستم میاد. رستم از شهرت فوق العاده ای برخوردار بوده، او رو دعوت میکنه به کاخ شاهی و بعد خوابگاه رو میده به او که رستم شب رو در اونجا استراحت بکنه و بعد به رستم قول میده که حتماً کسانی رو مأمور بکنه و اسبش رو پیدا کنن و فردا اسب رو تحویل رستم خواهد داد. رستم با خیال راحت میره و در خوابگاه خودش و خوابش میبره. نیمه شب در خوابگاه باز میشه. تو چی هستی؟ میگه من تهمینه هستم، دختر پادشاه سمنگان، من عاشق تو هستم. و همین صراحت در شاهنامه هم همین صراحت میگه من کسی رو لایق همسری خودم نمیبینم الا تو، و فکر کنم اگر با تو ازدواج بکنم و همسر تو بشم ما چه فرزندانی به دنیا میاریم. هیچی، اینها تهمینه و رستم اون شب رو به هم میگذرونن. کاتب اینجا که میرسه خیلی بهش بر میخوره، تصمیم میگه در این ماجرا دخالت بکنه و بلافاصله این بیت رو اضافه میکنه: بفرمود تا معبدی با هنر بیاید بخواهد ورا از پدر. رستم فورا گفت یه معبد رو احضار بکنید بیاد بره و این دختر از پدرش خواستگاری کنید. کی؟ نصف شب در مملکت سمنگان. این نشون میده که کاتب عصبانی شده، دوست نمیداره که رستم اینگونه با کسی هم بستر بشه، بعد اینا فرزندی به دنیا بیارن به نام سهراب. البته فردا صبح رخش پیدا میشه، رستم شهر رو ترک میکنه، اما تهمینه هم به او یک مهره میده. رستم به تهمینه یک مهره میده، میگه اگه دختر بود به گیسوش ببند و اگر پسر بود به بازوش.
ارجمندم با جده از ادب دارم. اجازه بدید که تماس ارتباط ماهواری رو برقرار بکنیم. با کی؟ با سرکار خانم دکتر ساناز علسی. چند تن از دوستان عزیز ما پرسیدن این سرکار خانم علسی یکی از جوانترین اساتید در رشته حقوق جزا در ایالات متحده آمریکا است، تألیفات فوق‌العاده مهمی داره، تألیفات دانشگاهی که امروز کتاب مرجعه. بیشتر راجع به خودشون با ما صحبت بکنن، ببینیم از کجا آمدن، اهل کجا هستن. خانم دکتر درود بر شما. خانم ساناز علسی عزیز درود به شما آقای میوادی. چه خوشحالم دوباره میبینم اتون. منم همینطور، خیلی ممنونم که منو دعوت کردید. سپاس گذار. خانم دکتر شما بچه کجا هستید یه بار دیگه؟ من تهران به دنیا اومدم و تهران بزرگ شدم، ولی خب پدر مادرم، پدرم اهل مشهد هستن. اهل مشهد. خب در کدام محله، در کدام محله تهران یادتون هست؟ بله، من خب دوران کودکیم در محله جردن و فرشته، ولی بعد در یوسف آباد، در محله یوسف آباد بزرگتر که بودم در محله یوسف آباد بودم. پس کاملا اون دوران رو به خاطر دارید ها؟ بله به خاطر دارید. خب تا اونجا که میدونم پدر شما هم طراح باند فرودگاه است نیست؟ در همین آمریکا هم تحصیل کردن. بله، پدر من دیزاینر، معروف‌ترین دیزاینر فرودگاه ایران بودن و تحصیلات مقدماتیشون رو در ایران دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام دادن و بعد به آمریکا اومدن و در آمریکا در دانشگاه سن هوزه استیت یونیورسیتی فوق لیسانسشون رو گرفتن و برای دوره پی اچ دی به یو سی برکلی رفتن و در آمریکا برای شرکت لاکی برای مدتی کار میکردن، ولی خب در ایران به علت اینکه خیلی احتیاج بود و همچنین تخصصی کم بود ازشون تقاضا شد که به ایران برگردن و به ایران برگشتن و واقعا همیشه علاقه داشتن که به شغلشون و فرودگاه‌های زیادی رو در ایران دیزاین کردن.
مثلا چند تا شما ممکنه اسم ببرید که ما هم بدونیم تشکر کنیم از پدر گرامی شما؟ مرسی. من تا حدی که میدونم در جزیره کیش بود فرودگاه و فرودگاه‌های دیگری مختلفی بود در شهرستان‌های مختلف، فکر میکنم فرودگاه بوشهر، ایلام اگه من اشتباه نکنم، چون خیلی فرودگاه‌های مختلفی در سفر ایران بود، من دقیقا همه اسما یادم نیست، ولی بوشهر، جزیره کیش، ایلام، این چند تا رو مطمئن هست. مادر هم که نقاشند؟ بله مادر من نقاش هستن. نقاش جالبه. خب خانم دوشالسی، شما از آغاز علاقمند به رشته حقوق جزا بودید؟ بله، من واقعا همیشه علاقه داشتم به این رشته و دوست داشتم. واقعا خب در آغاز که شروع کردم لا اسکول و دانشکده حقوق، خب تخصص رشته تخصصی انتخاب نشده بود، ولی همیشه فکر میکردم که اگه بخوام در این رشته ادامه تحصیل بدم، حقوق کیفری، کریمینال لا، واقعا تنها گرایش این رشته هستش که من واقعا دوست دارم، چون احساس میکنم واقعا بیشتر میتونم به افراد و موثرتر باشم. میفهم. این که شما با رئیس مرکز مطالعات اعدام در ایالات متحده آمریکا هستید و در مملکت و سرزمین من و شما متاسفانه شمار اعدام‌ها از هر جای دیگری به نسبت جمعیت بیشتره، میخوام ببینم چه احساسی دارید و چه تلاش‌هایی تا به حال صورت دادید برای متوقف کردن ماشین اعدام در میهن و مملکت خودمون؟ متاسفانه ایران هم جز کشورهایی هستش که آمار اعدام بسیار بالا هست در این کشور، و خب بسیار خب من به عنوان یک ایرانی همیشه فکر میکنم واقعا وظیفه دارم که کاری بکنم و واقعا ببینیم راه چاره چیست و چگونه میشود لااقل اگر در آینده نزدیک شاید امکان پذیر نباشه که کاملا اعدام لغو بشه، لااقل چگونه میشود میزان اعدام ها رو در ایران کاهش داد، چون همیشه واقعا بررسی هایی که انجام شده در خصوص کشورهایی که مجازات اعدام رو داشتن، اگر واقعا ما قصد اینو داریم که مجازات اعدام رو لغو کنیم، در یک پروسه کوتاه مدت همچین چیزی امکان پذیر نخواهد بود، مخصوصا برای کشوری مثل ایران و یا کشورهای دیگه‌ای که برای به غیر از جرایم با اهمیت مثل قتل عمدی و خیانت به کشور، برای جرایم دیگری هم مجازات اعدام در نظر گرفتن، واقعا اولین چیزی که پیشنهاد میشه محدود کردن مجازات اعدام به جرایم با اهمیت هست، و در مرحله بعد واقعا شاید بشه میزان اعدام ها رو کاهش داد و تعلیق به حالت تعلیق در آورد، و سرانجام شاید در آینده امکان لغو اعدام وجود داشته باشه. ولی من به عنوان کسی که پژوهشم رو سال هاست در خصوص اعدام هست و به این مورد تمرکز کردم، درسته که در ایالت تگزاس هستم و سنتر ما در تگزاس هست، ولی پروژه های پژوهشی ما هیچ وقت واقعا از ایران غافل نمیشم و همیشه مطالعه در مورد ایران و کشور سایر کشورهای خاورمیانه ای و که چنین مشکلی دارن رو در نظر میگیرم. شما بهترین شماره یک بودید در دانشگاه تهران در رشته حقوق، میخوام ببینم که چه احساس دارید راجع به این شوق و ذوقی که امروز دختر خانم ها نشون میدن به تحصیلات عالیه، یعنی مثلا در رشته پزشکی و رشته های خیلی سخت و باور نکردنی الان اکثریت با دختر خانم هاست. حالا شما خودتون به عنوان دختر دانشجو که از آقا پسرها رو پشت سر گذاشتید و شماره یک بودید در دانشگاه، میخواستم احساستون رو بگید. و چون به نظر من ما الان داریم به تدریج یه ثروت انسانی کلانی پیدا میکنیم که برای ایران آینده خیلی مفید خواهد بود. فکر نمیکنم کشوری بشه در دنیا پیدا کرد با چنین ثروتی و با چنین اندوخته. اغلب الان جوانایی که میبینید از ایران میان همه بچه هایی هستن که تحصیلات عالی دارن
و اغلب اونها در رشته کاری خودشون جز نوابق امروز دنیا هستن و خوشبختانه در همه قلمروها در هر جا که بودن موفق بودن. خانم دکتر؟ بله واقعا این فوق‌العاده است که خانم‌ها، دختر خانم‌ها تعداد بسیار زیادی هستند در دانشگاه‌های ایران و این روند رو به جلو هست و ما می‌بینیم که حتی در رشته‌هایی که قبلا خانم‌ها کمتر بودن و یا اصلا نبودن تعداد خانم‌ها بسیار زیاد شدن و این واقعا فوق‌العاده و امیدوارکننده است و شاید در آینده ایران واقعا هر تحولی و هر اتفاق خوبی که بیفته به کمک یعنی خانم‌ها هم نقش مهمی لااقل داشته باشن. خب در دوره شما چگونه بود؟ مثلا در همین رشته که شما می‌خوندید در دانشکده حقوق؟ بله در دوره لیسانس خب خانم‌ها و آقایون تقریبا برابر بودن، خب تعداد خانم‌ها باز خوب بود به نسبت قدیم که من شنیدم، چون پدر بزرگ منم رشته حقوق خونده بودن در ایران، همیشه خب میگفتن خانم‌ها به اون صورت نبودن زمان ایشون، واقعا خب خوب بود تقریبا برابر بودن. و در دوره فوق لیسانس در گرایش‌های مختلف حقوق، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی برابر بودن، ولی خب چون من حقوق جزا میخوندم تعداد خانم‌ها کم بود، ما 3 نفر بودیم که خانم بودیم. فقط 3 نفر همین که ما 3 نفر خانم در دوره حقوق کیفری بودیم برای اساتید خوشحال کننده بود، چون معمولا خانم ها خیلی سمت این رشته نمی رن. دلیلش؟ چون رشته زمختیه؟ یک مقدار شاید سر و کار داشتن با بزهکارا برای برخی از افراد خیلی راحت نباشه و فکر میکنن که شاید بیشتر شغل مردانه ای باشه. شغل مردانه. در آمریکا چگونه است؟ اینجا هم همین نسبت، یعنی نسبت دخترها به پسرها در رشته حقوق جزا. در آمریکا خب واقعا من احساس میکنم که خب برابری در بسیاری از موارد وجود داره و تعداد دخترانی که من در کلاسم دارم تقریبا برابر پسرها هست، ولی خب من نمیدونم دقیقا در گذشته چگونه بوده، احتمال داره که سالیان ساله که خانوم ها هم همپای آقایون به دانشگاه ها میان، ولی در ایران واقعا یک روندیه که رو به جلو هست و واقعا ما میبینیم که بیشترین افرادی که الان در دانشگاه هستن خانوم ها هستن که خیلی خوب این خوشحال کننده است. خب بعد که فارغ التحصیل شدی چه کردی در ایران؟ من بعد از اینکه فوق لیسانس هم از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفتم واقعا مردد بودم که به شغل قضا بپردازم، قضاوت، و یا اینکه برای ادامه تحصیل گرفتن PhD به خارج از کشور برم، که در نهایت تصمیم گرفتم که بعد از اینکه کتاب اولم چاپ شد در ایران تصمیم گرفتم که برای دوره دکترا گرفتن PhD به آمریکا بیام. گرفتید شمال کالیفرنیا نیست؟ بله من به سان فرانسیسکو رفتم در دانشگاه گولدن گیت یونیورسیتی دوره SJD یا PhD در لا میگن، دوره رو تموم کردم و بعد مدتی تدریس میکردم در سان فرانسیسکو و بعد از طرف دانشگاه هاروارد برای دوره پستاک قبول شدن و دوره پستاکم رو در خصوص مجازات اعدام در خاورمیانه، پژوهش اصلیم در خصوص اعدام در خاورمیانه بود، در لا اسکول دانشگاه هاروارد به اتمام رسوندم و سرانجام به تگزاس اومدم. خب برنامه بعدیتون چیه؟ هیچ برنامه‌ای دارید مثلا یه روزی به ایران برگردید؟ بله چرا که نه حتما. یعنی چون پس ذهنتون هست نیست؟ بله چرا که نه. خب اگر مثلا میخواستید در ایران قاضی بشید میتونستید قاضی بشید؟ بله خانم هایی هستن که در ایران قاضی هستن، ولی خب قاضی خانم ها در ایران قاضی نشسته نمیتونن باشن، قاضی ایستاده، یعنی حکم نهایی رو بایستی که یک آقایی باشن که امضا بکنن. در آمریکا
تعدادی دختر خانم ایرانی داریم یا خانم های ایرانی داریم که به مقام قضاوت رسیدن. چرا شما دوست ندارید قاضی بشید در آمریکا؟ من کلن وقتی که فوق لیسانسمو گرفتم در اون دوره مردد بودم که واقعا پرکتیس بکنم یا اینکه وکالت بکنم یا اینکه به کار تدریس بپردازم و چند دوره کارهای انجام دادم، دوره های کارآموزی برای ارگانیزیشن هایی کار کردم و احساس کردم واقعا پرکتیس کردن کاری نیست که من دوست داشته باشم انجام بدم. اون لذتی که در پژوهش و تدریس هست واقعا در وکالت کردن ندیدم. به خاطر همین احساس کردم که سر و کار داشتم با دانشجوها و اینکه بتونم دامنه کاری خودم رو گسترش بدم در زمینه پژوهشی و با پژوهش و نوشتن کتاب در زمینه‌ای که دوست دارم میتونم واقعا شاید تاثیرگذارتر باشم. متوجهم. بس بیشتر کار مطالعاتی رو دوست دارید انجام میدید نیست؟ بله. میخوام ببینم که در محیط های دانشگاهی در آمریکا، مخصوصا در این ایالت های جنوبی که ما خیلی چیزا راجع بهش شنیدیم، روی هم رفته واکنش نسبت به یک استاد خاورمیانه ای و استاد خارجی مثل شما چگونه است؟ دقیقا سوال خیلی جالبی کردیم، به خاطر اینکه فکر میکنم تنها خارجی تو کلاس من باشم. دانشجو خارجی واقعا خیلی به ندرت هست، مخصوصا در دیپارتمان ما کم هست. در دیپارتمان های مهندسی، ساینس، رشته های دیگه هستن دانشجویان خارجی، ولی در دیپارتمان ما واقعا همه آمریکایی هستن. و من همیشه خب قبل از اینکه به تگزاس بیام شنیده بودم که شاید یه مقدار در ایالت‌های جنوبی به نادرست البته گفته بودن که نژاد پرست هستن و شاید رفتار درستی ندارن نسبت به خارجی‌ها، ولی به هیچ عنوان این چنین نیست. مردم تگزاس بسیار خوب، مهربان، خونگرم هستن و شاید حتی از اهالی کالیفرنیا و نیویورک هم بیشتر احترام میذارم به خارجی ها. جالبه. البته همیشه بستگی به خود آدم داره. یه موقعی از آقای علی پورتاش که معلم اینجا، اونم در یکی از بدترین محلات، یکی از خطرناک‌ترین محلات معلم بود، ازش پرسیدم که چه احساسی داری؟ گفت والا همه چیز بستگی به خود آدم داره. خود معلم، خود معلم میتونه در یه محیط خیلی خطرناک احترام شاگردان رو به خود جلب بکنه، میتونه با اونا نزدیک بشه، با اونها دوست بشه. ولی خب اگر قرارش که معلم هم بخواد اونها رو تحقیر بکنه یا اونها احساس بکنن که معلمی دارن که یک نگاه ناپسند نسبت به اونها داره، طبیعتا راهش نمیکنن، اذیتش میکنن، آزارش میدن. من در تمام این سالهایی که اونجا بودم هیچ وقت نه احساس خطر کردم نه احساس ناامنی و ناراحتی. یعنی که واقعا تو حد زیادی راست میگید، به خود آدم بستگی داره، یا قادر هست که احترام دیگران رو به خود جلب بکنه یا نه کاری میکنه که دیگران هم فرصتی پیدا بکنن برای تحقیر کردن او یا تخفیف او. اینجوری نیست؟ دقیقا، خیلی مهم هست. من در ابتدا که در سان فرانسیسکو شروع به تدریس کرده بودن، شاید یه مقدار به خاطر اینکه روش تدریس در آمریکا رو نمیدونستم یا شاید هنوز خیلی با فرهنگ آمریکایی آشنایی نداشتم، یک مقدار در ارتباط با دانشجوها مشکل داشتم. یک مقدار دانشجوها یعنی خیلی اذیتم میکردن، خیلی سر به سرم میذاشتن، بیشتر به خاطر اینکه دختر جوونی بودم و یک مقدار نظم کلاس رو رعایت نمی کردن و من هرچه خواهش می کردم که آرام باشن، به لکچر من گوش بدن، توجهی نمی کردن. خب یک مقدار چیزایی رو من یاد گرفتم، هم از فرهنگ آمریکا و هم این که خب یک مقدار هم تدریس کردم. بعضی وقتا برای بعضی از گروه های کلاس ها شاید توأم با دیسیپلین کردنم باید باشه، یک مقدار باید از اول یک سری چیز، فقط این که یک استاد خیلی اطلاعات فوق‌العاده ای داشته باشه و بیاد لکچر بده به دانشجوها و اطلاعات خودش رو منتقل کنه به دانشجو نیست، از همون اول یک سوء
اصول و ضوابطی رو باید در کلاس مشخص کرد و از دانشجوها خواست که اونو رعایت کنن تا پایان ترم. ولی اگه همون جلسه اول یک سری مسائلی مطرح نشه در مورد نظم و انضباط در کلاس، واقعا در وسط ترم، در پایان ترم به مشکل مواجه خواهیم شد. و اینو خب من یاد گرفتم در سان فرانسیسکو و الان خب اینجا هیچ مشکلی ندارم. یکی از کتاب های برای خود ما، برای بنده با من نویسنده هم تا مثلا تا قبل از انقلاب، این مسئله حقوق مصنف و مؤلف برای ایرانی های چیز بیگانه بود، کسی اهمیتی نمیداد. مثلا آثار نویسندگان بزرگ ترجمه می شد در ایران بدونی که حقوق دستمزدی به اونها داده بشه، حتی موافقت اونها جلب بشه، نیازی نبود. یا فیلم ها رو می گرفتن در ایران نمایش می دادن بدونی که بدون این که یک اجازه گرفته بودن از سازندش یا چیزی به اون پرداخت کرده باشن. اینا مفاهیمی تازه است آمده، ولی شما یک کتاب مهم نوشتید درباره حقوق کیفری مؤلف و مصنف. میخوام ببینم که این کتاب کی نوشتید؟ چون این کتاب نخستین کتابی بود که من نوشتم، دقیقا وقتی که فوق لیسانسم رو گرفتم من کتابو در ایران چاپ کردم و اولین کتابم بود. و بیشتر خب به خاطر همین موضوعی که شما فرمودین، به خاطر اینکه واقعا همیشه در مورد حقوق نویسندگان و هنرمندان در ایران کمتر حرف زده شده و نویسندگان و هنرمندان در ایران با حقوق خودشون آشنایی ندارن، و من واقعا لازم دونستم که این کتاب رو بنویسم. و در نوشتن کتاب از این روش تطبیقی استفاده کردم و با قوانین آمریکا و کنوانسیون بین المللی مقایسه کردم این قوانین کاپی رایت رو، که واقعا شاید بهتر باشه برای آینده که شاید بخوایم در ایران قوانینمون رو بازنگری بکنیم. الان چه الان رعایت میشه حقوق معلم؟ آثاری که در داخل ایران منتشر میشه قوانینی داریم که حمایت میکنن، ولی در مورد آثاری که خارج از ایران منتشر شدن متاسفانه خیر. سگا خانم سناز عرصی عزیز، خسیمان از شما سپاسگزارم از بابت دادن این همه اطلاعات جالب به شما. شب بخیر میگم در تگزاس. شب شما بخیر. دلوان شما، خدا حافظش. خانه بی سقف ما رو آسمانی بود و نیست، بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست، دوستی ها محکم و دیدار ها پیوسته بود، پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست. خوش می شد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم. کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم. یک پیاله صبح روشن، یک سبد ابر بهاری، بر سر هر سفره رنگین کمانی بود و نیست. سال بارانهای تند و فصل تند در هوای سخت، خانه دیروز ما را نافدانی بود و نیست. خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست، خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست. کاش می شد گذشته ها رو پس بگیرم،
زنده باشم از وطن نفس بگیرم، کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم.